پس از مدت‌ها انتظار، بالاخره مرزهای زمینی عراق به روی زائران ایرانی برای ورود بدون ویزا به این کشور باز شد. بر همین اساس ده‌ها هزار عاشق ابا عبدالله الحسین علیه السلام خود را به مرزهای زمینی رسانده و با عبور از این مرزها وارد خاک عراق شدند و برای روز عرفه خود را به شهر مقدس کربلا رساندند. بر اساس توافق به عمل آمده میان دولت ایران با دولت عراق مقرر گردید عاشقان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و زوار ایرانی برای شرکت در مراسم پرفیض و معنوی عرفه به صورت انفرادی و گروهی به کشور عراق عزیمت کنند. اعزام انفرادی از مرزهای زمینی به کشور عراق به خوبی انجام شد و از تاریخ 18 تیر ماه 1401 شمسی بیش از 180 هزار تردد از دو مرز مهران و شلمچه ثبت شد و 143 گیت گذرنامه پلیس در مرزهای مهران و شلمچه فعال بودند. در همین راستا مرز مهران دارای 95 گیت فعال شامل 29 گیت ثابت، 64 گیت موقت، 1 گیت داخل ترانزیت و 1 گیت بازارچه بوده است. مرز شلمچه نیز دارای 48 گیت شامل 24 گیت ثابت و 24 گیت موقت بود. گفته می شود در یک هفته گذشته تعداد 270 هزار فقره درخواست صدور گذرنامه در ایران ثبت شد که توسط نیروی انتظامی این کشور مراحل چاپ آن انجام شده است. مدت زمان آماده شدن گذرنامه بین 3 الی 4 روز بوده و همواره توسط پست به آدرس اعلامی توسط متقاضی ارسال می شود. در این ایام پلیس ایران با آمادگی کامل به زوار امام حسین علیه السلام خدمات انتظامی، مرزی و گذرنامه را ارائه می کرد. فاطمه موسوی، اخبار شیعه. خبرنگار افتخاری خبرگزاری اخبار شیعه از مرز مهران ساعتی پیش اعلام کرد که همچنان هزاران تن از عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام که موفق نشده بودند به موقع خود را به مرز مهران برسانند در مرز حضور دارند و در حال عبور از این مرز زمینی برای ورود به خاک عراق هستند.